ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਰਸ਼ਾ ਇਹ ਹਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ 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 ਖਤਮ ਮਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਸਰਬ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਰਹਾ ਨਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹਾ ਉਸ ਹਸ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਾਂ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر خدمت شما دانش آموزان عزیز و بزرگوار. انشالله که سلامت باشید و صبح خوب و خوشی هم آغاز کرده باشید. دانش آموزان عزیز، تو جلسه قبل در رابطه با شعر توفیق ادب روخانی کردیم، اما حالا معنی کلمات چی میگم؟ جاییش که مهم باشه میگم یادداشت کن، او جایی که مهم نیست شما انشالله به خاطر بسپارید. قبل از اینکه بخیم بریم به سراغ شعرخوانی توفیق ادب، قرار بوده که امروز ما به طور شفاهی نکات ادبی و معنی کلمه و شعرخوانی سوال کنیم، اما انشاءالله هفته آینده چنین روزی ما از شما امتحان کتبی خواهیم گرفت. پس امروز دیگه سوال نمی کنیم، در هفته آینده چنین روزی انشاءالله از شما امتحان کتبی خواهیم گرفت. حالا چه چیزایی بخونید برای امتحان کتبی، هم در پایان کلاس به تو میگم، هم در گروه واتساپ کلاسی اعلام میکنم. پس دانش آموزه عزیز، در رابطه با امتحان ادبیات سه‌شنبه آینده میخوام به جاش امتحان بگیرم. پس آقای اسلامی، امروز وقتمون رو تلف نمیکنیم، درس میدیم. انشاءالله هفته آینده امتحان کتبی تستی از همه شما دانش آموزان سه‌شنبه آینده همه با هم امتحان با هم بگیریم، چون اگر من الان هرچی تلاش کنم بخوام سوال کنم، فوقش از 10 نفر 12 نفر بیشتر نمیشه سوال کرد. اما انشاءالله میذاریم هفته آینده امتحان کتبی از تو میگیریم. حالا چه چیزایی برای امتحان کتبی بخونید، انشاءالله بعداً یا آخر زنگ به تو گروه واتساپ کلاسی اعلام میکنم که انشالله امتحان کتبی چه مواردی شما بخونید. اما جلسه قبل شعرخوانی خوندیم توفیق ادب. لطف کنید صفحه 36 کتاب رو بیارید، صفحه 36 کتابتون شعرخوانی توفیق ادب همه بیارن. توفیق ادب به معنی داشتن شخصیت،
توفیق ادب داشتن شخصیت. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. بنویسین با مداد معنیش رو بنویسید، اونه که میخوان بنویسن با مداد معنیش زیرش بنویسن. ای خدایی که، ای خدایی که فضل و بخشش تو، ای خدایی که فضل و بخشش تو همه حاجات و نیازهای ما را برآورده کرده. ای خدایی که فضل و بخشش تو همه نیازهای ما را برآورده کرده. بازم میگم بله، با تو یاد هیچ کس نبود روا. وقتی با تو هستیم، اینه میخوام بگم بنویسید، وقتی با تو هستیم نیازی به کسی نداریم. بعضی جاهاش توضیح کامل دادم، اما بعضی جاهاش که مهمه میگم یادداشت کن. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. ای خدایی که فضل و بخشش های تو همه حاجات و نیازهای ما را برآورده کرده. وقتی یاد تو هستیم نیازی به کسی نداریم. حالا اینجا برای شما سوال پیش میاد که آقا میگی ای خدایی که فضل بخشش تو همه نیازهای ما را برآورده کرده، چطوری همه نیازهای ما را برآورده کردی؟ همه ما مشکل داریم. میگه آقا یکی میگه همه نیازهای ما را برآورده کرده، چطوری تو میگه همه نیازهای ما را برآورده کرده خدا؟ پس این همه مشکل ما چیه؟ آقای عزیز، نیازهایی که خدا خواسته به ما داده، هر چیزی که مورد نیاز بوده خدا به ما داده، دست، پا، گوش، چشم، زبان، جسم سالم، این همه نعمتی بالاتر اینا را ما نداریم. خداوند سلامتی کامل به ما داده. ممنون. خداوند همه نعمتها و همه بخششهای به ما داده، نعمت سلامتی، از تمام بدن جان ما سالمیم. نعمتی بالاتر از دیگه نیست. خدا به ما موتور نداده، به ما ماشین نداده، به ما خونه نداده، به ما فلان چیز نداده. اینا نیازهای مادیه، اینا بعده خودمونه، اینا بعده خودمونه. خداوند جسم سالم، عقل سالم به ما انسانها داد، گفت این عقلم به دادمه، برو از راه انسانیت برو جلو. دیگه ما سر هم کلا میذاریم و در حق هم ظلم میکنیم، این بعده خودمونه. خداوند در قرآن میفرماید ما به کسی ظلم نمیکنیم، ما سرنوشت کسی را عوض نمی کنیم مگر خودشو بخواهند. پس خداوند تمام نعمتهایی که ما نیاز داشتیم به ما داده، حالا ما داریم از اون بد استفاده می کنیم، این مشکل ماست، مشکل خدا نیست. بیت 2، قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. اگه میخوای یادداشت کنی یادداشت کن. خدایا علم و دانشی که از قبل به ما عطا کردی، ای خدا علم و دانشی که از قبل به ما عطا کردی،
اون را مثل دوم متصل گردان به دریاهای خیش، اون را به دریای علم خودت وصل گردان، اون را به دریای علم خودت وصل کن. خدایا قطره ای از علم و دانش خودته که به ما داده ای، اون قطره کو وصل کن به دریای از علم خودت، چون این قطره ما هیچ نی در برابر دریاد، این قطره فایده نداره به تنهایی. صد هزاران دام و دانه است ای خدا. بیت سوم، ای خدا هزاران گرفتاری در زندگی ما وجود دارد، ای خدا هزاران گرفتاری و سختی در زندگی ما وجود دارد. مثل دوم، ما چو مرغان حریصی بی‌نوا و ما مانند پرندگانی حریص و بیچاره هستیم ای خدا هزاران دام و گرفتاری و سختی تو زندگی وجود داره، ما هم مثل پرنده حریصیم، به خاطر حرص زیاد و طمع زیاد خودمون رو در دام و بلا گرفتاری میاندازیم. پرنده به حرص دانه خوردن، عقاب به حرص شکار پرنده چیکار میکنه؟ خودش در دام و در سختی میندازه. پس ما انسان ها هم سختی ها و دام های زیادی تو مسیر زندگیمونه، خودمون از روی حرص میریم به دام میندازیم، بیچاره میکنیم روی حرص طمع. بیت چهارم، گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. اگر هزاران مشکلات و گرفتاری وجود داشته باشد، اگر هزاران سختی و مشکلات و گرفتاری وجود داشته باشد، مثل دوم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. وقتی که تو کنار ما هستی هیچ غم و غصه‌ای نداریم. بیت بعدی، از خداوند موفقیت را آرزو میکنیم، از خداوند موفقیت و خوشبختی را آرزو میکنیم، از خداوند موفقیت و خوشبختی و سعادتمندی را آرزو میکنیم. بی ادب محروم شد از لطف حق. انسان بی ادب و بی شخصیت از رحمت خدا بی بهره خواهد ماند. انسان بی ادب و بی شخصیت از رحمت خدا بی بهره خواهد ماند. بیت آخر، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. بنویسین انسان بی ادب انسان بی ادب به بی شخصیت تنها به خودش بدی نمی کند. انسان بی ادب و بی شخصیت تنها به خودش بدی نمی کند. مثل آخر، بلکه آتش در همه آفاق زد. بلکه این بدی
مانند آتش همه را فرا می‌گیرد، بلکه این بدی مانند آتش همه را فرا می‌گیرد. یا اگه تو امتحان ما دادیم بلکه آتش در همه آفاق زد، کنایه از چیه؟ میگی کنایه از اینه که همه جهان را خراب می‌کند. بلکه آتش در همه آفاق زد، زیرش خط بکش بنویسین، کنایه از اینه که همه جهان را خراب کردن، همه دنیا، همه جهان را نابود کردن. بلکه آتش در همه آفاق زد، کنایه از همه جهان را خراب می‌کند، همه جهان را نابود می‌کند. آقا این فیلم ضبط شده است، میتونین بعداً برگردید جایش که موندین از نو بنویسیم، چون ما کار زیاد داریم، هنوز درس داریم، مطلب خیلی زیاده، ادبیات خیلی مطلب داره، ما خیلی مطالب داریم. الان 17 درس، الان درس ما 3 را خوندیم، قواعد داریم رو تخته، باید اینو تعریف کنم، خیلی مطلب داریم. اگر کسی جایش مونده انشالله به فیلم نگاه کنه و اون مطالب از نو یادداشت کنه. خب جناب آقای خسروی، دست که بالای خسروی، آقای خسروی عزیز دست که بالا، جناب آقای خسروی اگه سلام داری دست که بالا، جناب آقای خسروی آقای خسروی بله آقای خسروی آقای خسروی بله آقای خسروی یه مولوی معرفی کردیم، مولوی معرفی شد، گفتیم که مولانا یا مولوی اسمش از جلال الدین محمد در شهر بلخ در افغانستان به دنیا آمد. او شاعر قرن هفتمه، هم شاعر هم عارف قرن هفتمه، آرامگاهش در خونیه هست و کتاب مهم اونم مثنوی معنوی و دوم دیوان شمس یا دیوان کبیر، درسته؟ خب آقای خسروی یه مقدار بلندتر صحبت کن بچه ها، الان میخواییم بریم شعرخوانی درس چهارم، شمس شما هم دو شعر پشتر هم افتاده. تو فارسی شعر یه مقدار دشوارتره تا بقیه درس هاست. خب حالا میخواییم بریم درس چهارم، آقایون عزیز درس چهار همه بیارد، درس چهارم بیاد تا درس بدیم، بعد میخواییم بریم سر قالب‌های شعری. آقای خسروی میتونی رو شعر برام بخونی؟ شعر درس چهارم صفحه 37 بیار. یه مقدار بلند از صحبت کن، بفرام بخون. با بهاری که می رسد از راه، بله تبسم. آقای خسروی گوش به همه، من میگم هم به شما میگم هم بقیه، شعر تو شعر و نگین، واو صدای او میده، نمیسن بگین روشن و گرم و زندگی، روشن و گرم و واو تو شعر صدای او میده. یه مورد دوم، چه داخل شعر چه داخل نظم حتما کامه ها را مکس کنید، کامه گذاشته مکس کنید، نقطه گذاشته مکس کنید. این دو مورد. مورد سوم، وقتی شعر میخواییم بخونیم تون نخونیم، با عجله نخونیم، وقتی شعر تند و با عجله بخونیم از اون لطف و زیبایی شعری در میاد. روشن و گرم و زندگی پرداز، آسمان مثل یک تبسم شد. احسن، بفرما. Thank you.
آقای خسروی همین بیتی که خوندی، با بهاری که میرسد از راه سبز شو تازه شو بهاری شو، به نظر تو همین بیتی که چند تا جمله‌ایه؟ یه بار نگاش کن. با بهاری که میرسد از راه سبز شو تازه شو بهاری شو، این بیت چند تا بیت رو هم ایشه چند تا جمله داره؟ چهار تا. آفرین. چرا؟ نگاه فعلا، نگاه کن، نگاه به فعل کن. با بهاری که میرسد از راه، بچه ها تو شعر مثل فارسی نیگه شاعر چه نویسنده تو نصر فعلی میبره آخر، ولی داخل شعر فعل جا به جا میشه، فعل ممکنه بیا اول بیا وسط بر آخر. معنی میکنیم با بهاری که میرسد از راه، معنی کن با بهاری که از راه میرسد، فعل ببر آخر. این شد یه جمله. با بهاری که از راه میرسد، یه جمله. حالا بعدش سبز شو، یعنی سبز بشو، این دوتا. تازه بشو، ای سه تا. بهاری بشو، ای چهار تا. چهار جمله. همینجوری هم بهت میگم بچه ها، شبه جمله و منادا تو فیلم فرستادیمه، شبه جمله و منادا یه جمله به حساب میاد. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، ای خدا میشه یه جمله. یا میگه عجبا، تعجب میکنم، آخ چه بد شد، درود بر تو سلام. پس شبه جمله و منادا یک جمله به حساب بیارید. اگر توی جمله اینی توی شعری منادا اومده یا شبه جمله اومده، اینا هم یه جمله هستن. پس اینجا الان توش منادا نبود، شبه جمله هم نبود، خودش شد چهار جمله. آفرین آقای خسروی حسن. بفرما آقا برشو بخون. هست وقت شکفتنت امروز، آفرین. شاعرش کیه؟ محمد جواد محبت، یا اصلش میگن محبت، محبت هم بهش میگیم. جناب آقای خسروی ممنون، دست شما در نکنه. خب کی میخوای یه بار دارشو بخونه از بچه ها؟ جناب آقای، فقط سه چهار نفر دست برنگه، میشه جاویدانی و خواجه و اسفندیاریه. جناب آقای رزجو، آقای رزجو عزیز، رزجو. آقای رزجو، آقای رزجو، سرنا رزجو، آقای رزجو سلام داری؟ من صدات ندارم آقای رزجو. خب میگذریم از آقای رزجو. جناب آقای رزجو، جناب آقای افشار، آقای افشار، آقای افشار سلام، خوبی؟ آقای افشار یه بار رو شعر محبت که بخون آقا.
احسن. خب ممنون آقای رزجو، میکروفون تو خاموش کردم. احسن بر شما. خب دانش آموزه عزیز، من دلم بخواد همه شما روخونی کنید، اما وقت چبه. کلن ادبیات دوره راهنمایی 2 ساعت 1 ساعت و نیم بیشتر ما نداریم، حضوری هم باید تا 40 دقیقه. به این خاطر کتاب مینی 150-160 صفحه، شعر، معنی، کلمه، نثر، نکات زبانی و ادبیه. اینی که ما خیلی وقت کم داریم نمیرسیم بگیم، اگه دلون میخواد که همه شما بخونین، اما از یه بعد عذرخواهی میکنیم، میرم روش توضیح میدم. میخوایم بریم بعد بر اثر قالبای شعر بگیم مثنوی چیه، دو بیتی پیوسته یا چهارپاره چیه، قطعه چیه. خب مداد داشته باشید، رو شعر من میخونم، توجه بفرمایید. با بهاری که میرسد از راه، میخواد درباره فصل بهار صحبت کنه، میخواد درباره فصل بهار صحبت کنه، یعنی بهاری که از راه میرسد، همراه با بهاری که از راه میرسد. روشن و گرم و زندگی پرداز، آسمان مثل یک تبسم شد. اینجا چه چیزی مثل یک تبسم شد؟ آسمان. آسمان نهاده، اما آسمان تو مثل دوم آورده به چار. گفتیم نهاد قسمتی از جمله است که در بارش خبری میدهیم. چه چیزی مثل یک تبسم شد؟ آسمان. آسمان میشه نهاد جمله. حالا معنیش، میگه آسمان مثل لبخندی دلنشین و با محبت شد و ابرهای تیره را کنار زد. بچه وقتی بهار میاد دیگه آسمان کمتر ابریه، تو منطقه‌ای که بارندگی میاد، شهرهای بالا که بارندگی زیاد میاد، داخل زمستان، از حالا تا آخر زمستان مرتب هوا ابریه، مرتب بارندگیه، هفته یه بار دو بار آسمانشو پوشیده از ابره. اما بهار که میاد دیگه کم کم از اون ابرها خبری نی. ابرهایی که مثل زمستان میاد بارندگی میزنه تو فصل بهار که میشه فروردین، اردیبهشت، خرداد، دیگه اون ابرها را نداریم. پس آسمان مثل لبخند دلنشین و با محبت شد و ابرهای تیره را کنار زد. بهار که اومد آسمان صاف شد، زلال شد، بر ما خندید و تمام ابرهای تیره را که مانش بود کنار زد. هرچه سرما و هرچه دلتنگی یا دلسردی پر زد و آهسته از نظر گم شد. با آمدن بهار چی میشه بچا؟ کم کم سرما، افسردگی و ناامیدی میره. بهار که میاد شادی میاد. پس با آمدن فصل بهار سرما و افسردگی و برف و کنار بخاری نشستن، اینا همه کم کم کنار میره. با نسیمی که زندگی دروست، باز چشم جوانی وا شد. شیوه تشخیص انسان نمایی، جان بخشی ها، مگه جوانه چشم داره که چشمش باز بشه؟ اما معنیش میشه، میگه نسیم، نسیم زندگی بخش دوباره جوانها و سبزها را شکوفا کرد. باد بهاری که میاد، نسیم بهاری که میاد، درختان جوانه میزنن. نسیم بهاری جوانه زدن درختان، شکوفا شدن درختان را بیان میکنه. پس نسیم مثل یه زندگیه، زندگی نسیم را به زندگی تشبیه کرده. میگه نسیم بهاری مثل زندگی بخشیدن به انسانه. نسیم بهاری که میاد دوباره جوانها و سبزها شکوفا میشن، درختان جوانه میزنن با آمدن نسیم بهاری. بر درختی شکوفه خندید، در کتابی بهار معنا شد. میگه شکوفه های درخت مانند لبخند باز شدن. بر درختی شکوفه خندید، یعنی شکوفه درخت مثل لبخند باز شد، در کتابی بهار معنا شد و دوباره
بهار جهان را فرا گرفت. با مدن بهار میگه شکوفه ها شکفتن، درختان گل ها شکفتن و دوباره جهان بهار سرسبزی و خرمی جهان را فرا گرفت. با بهاری که میرسد از راه، سبز شو، تازه شو، بهاری شو. میگه تو هم به همراه فصل بهار شاد باش و بلند شو، تغییر بکن با آمدن فصل بهار که همه جا پر از شادی و خرمی و گل و سرسبزیه. ای انسان، تو نه مثل فصل بهار شاد باش، تلاش کن، کوشش کن، مثل یک شاخه گل جوانه بزن. تو هم مانند شاخه گل جوانه بزن، مثل چشم ساران جویبارها زندگی رو از سر بگیر. یعنی چی؟ یعنی تو هم تلاش کن، حرکت کن. بهار که میاد درختان جوانه میزنن، شکوفه میدن، چشمای پر آب میشه. در فصل بهار برفا آب میشن، رودخانه ها جریان بیشتر پیدا میکنن، پر آبتر میشن، حرکت و زندگی دو برابر میشه. میخوام بگه ای انسان، تو نه مثل فصل بهار در تلاش و تکاپو باش. زندگی بر تو میزند لبخند، هست وقت شکفتنت امروز. زندگی به تو میگوید که الان وقت تلاش و کوششه. زندگی بر تو میزند لبخند، هست وقت شکفتنت امروز. زندگی به تو میگوید که الان وقت کوشش و تلاشه. زندگی به تو میگوید که الان وقت کوشش و تلاشه. بهتر از هر چه هست در دنیا با خدا راست گفتنت امروز. میگه همه تلاشا، همه کارهای ما یک جا، اما بهترین و سودمندترین کار در دنیا چیه؟ اونه که با خدای خودت به مناجات عبادت بیستی. بهترین و عالی ترین کار هر انسان چیه؟ که با خدای خودش به مناجات و عبادت کردن بپردازد. خب این فصل آمدن بهار رو مژده میده. ما میدونیم که وقتی بهار میخواد بیاد، البته منطقه ما خب برف نداریم، منطقه برفگیز مردم، شهرهای بالا که زمستان دارن، 3 ماه در سال زمستان یخبندانه. کم کم 15 اسفند که فرا میرسه زمین گرم میشه، برفا آب میشن، آسمان کم کم از ابرها صاف میشه، چشمه ها جاری میشن، پرندگان و پرستوها آمدن بهار را خبر میدن، به منطقه بهاری میرن و کم کم درختان جوانه میزنن. اینها آمدن بهار را خبر میدن. وقتی بهار میاد همه در تلاش و تکاپو و کوششن. میگه ای انسان، تنم همانند فصل بهار که فصل تلاش و تکاپو و حرکت و جنب جوشه، تنم در فصل بهار تلاش کن، زحمت بکش، کوشش کن، بیخیال نباش، نسبت به کار و زندگی و درست بیتفاوت نباش. بعد میگه شاعر نتیجه میگیره، میگه بهتر از هر چه هست در دنیا با خدا راز گفتنت امروز. میگه بهترین و زیباترین کار برای هر انسان تو زندگی چیه؟ مناجات و عبادت کردن با خداوند خیش است. خب کلمات مهمش میگم، با مداد یادداشت کن. روشن و گرم و زندگی پرداز، آسمان مثل یک تبسم شد. آسمان مثل نهاد جمله، زیر آسمان خط بکش، مثل نهاد. آسمان مثل نهاد جمله. تبسم یعنی خنده، تبسم مثل لبخند، خنده.
حالا معنیش هم به طور مختصر میخواییم بنویسیم، زیرش بنویسیم، بنویسیم آسمان مانند لبخندی دلنشین، آسمان مانند لبخندی دلنشین شد و ابرهای تیره را کنار زد. آسمان مانند لبخندی دلنشین و با محبت شد و ابرهای تیره کنار رفت. آسمان مانند لبخندی دلنشین شد و ابرهای تیره کنار رفت. هرچه سرما و هرچه دلسردی پر زد آهسته از نظر گم شد. بنویسین سرما و افسردگی، سرما و افسردگی و ناامیدی از نظرها پنهان شد. میخوا بگی آقا بهار که میاد ناامیدی و افسردگی و گوشه نشینی و پی کنار آتش نشستن دی اینا رها میشه میره. پس سرما و افسردگی و ناامیدی از نظرها پنهان شد، یعنی رفت. با نسیمی که زندگی دروست باز چشم جوانه ای وا شد. نسیم باد ملایم، نسیم باد ملایم. معنیش هم بنویسید با هم، بنویسید نسیم زندگی بخش، نسیم زندگی بخش دوباره جوانه ها و سبزه ها را شکوفا کرد. نسیم زندگی بخش کاما دوباره جوانه ها و سبزه ها را شکوفا کرد. خب بچه باز چشم جوانه ای وا شد. آیا جوانه چشم داره؟ میرسین آرایه تشخیص. چشم جوانه ای وا شد، زیرش خط بکشین، میرسین آرایه تشخیص. چرا؟ چون جوانه که چشم نداره. بیت بعدی، بر درختی شکوفه خندید. آیا شکوفه میخنده؟ آرایه تشخیص. بر درختی شکوفه خندید، مثل آرایه تشخیص. حالا معنیش میگم بنویسید. شکوفه درخت مانند لبخند باز شد. شکوفه درخت مانند لبخند باز شد. مثل دومیش، و دوباره بهار جهان را زیبا کرد. در کتاب بهار معنا شد. شکوفه درخت مانند لبخند باز شد و دوباره بهار جهان را فرا گرفت، یا دوباره بهار جهان را زیبا کرد. با بهاری که میرسد از راه، سبز شو تازه شو بهاری شو. این دیگه راحته، میگه به همراه فصل بهار تنم شاد و سرزنده باش. کل بیت این معنی میده. بنویسین به همراه فصل بهار شاداب سرزنده شو. به همراه فصل بهار شاداب و سرزنده شو و خودت را تغییر بده. به همراه فصل بهار شاداب و سرزنده شو و خودت را تغییر بده. مثل یک شاخه گل جوانه بزن. این تشبیه به چا؟ میگه تنم بشو مثل یک شاخه گل. این تشبیه، تشبیه ای انسان، تنم بشو مثل یک شاخه گل میشه تشبیه.
بچه سلام دارید؟ دانش آموزی عزیز سلام دارید شما؟ آفرین احسن. خب میگه چی؟ میگه مثل یک شاخه گل جوانه بزن. تشبیه کرده ای علی رضا تنم بشو مثل یک شاخه گل. تشبیه در این آرایه تشبیه به کار رفته، اشکال نداره، تصویر کار نداشته باشیم. سلام دارین که سلام دارید؟ بله اشکال نداره، سلام باشه کافیه، مشکل نی، اینترنت ضعیف شده مشکل نی. پس می نویسین آرایه تشبیه مثل یک شاخه گل جوانه بزن، یعنی انسان تو نم مثل یک شاخه گل بشو، تشبیه به کار برده. بعدش مثل یک چشم سار جاری شو، اینم آرایه تشبیه، یعنی ای رضا علی انسان تنم مثل یک چشمه آب جوشان بشو، حرکت بکن. پس انسان و ما را به یک چشم سار تشبیه کرده، جاری شو یعنی تلاش کن، حرکت کن. معنیشو بنویسید این بیت، مثل یک شاخه گل جوانه بزن، مثل یک چشم سار جاری شو. بنویسید ای انسان تو هم مانند شاخه گل جوانه بزن. ای انسان تو هم مثل یک شاخه گل جوانه بزن و مانند چشم زندگی را از سر بگیر. تو هم مانند شاخه گل جوانه بزن و مانند چشمه زندگی را از سر بگیر. شروع کن. تو پرانتز می نویسین، تو پرانتز تلاش، در فکر تلاش و حرکت باش، در فکر تلاش و حرکت باش. مفهوم بیت چیه؟ در فکر تلاش و حرکت بودن. بیت بعدی، زندگی بر تو میزند لبخند، هست وقت شکفتنت امروز. زندگی به تو میگوید الان وقت تلاش و شادابی است. بنویسین زندگی به تو میگوید که الان وقت تلاش و شادی و نشاط است. زندگی به تو میگوید که الان وقت تلاش و شادابی و نشاط است. بچه ها زندگی بر تو میزند لبخند، آیا زندگی به ما میخنده؟ اینم آرایه تشخیصه. زندگی به انسان نمیخنده، دوست هست که ما با هم میخندیم، زندگی که نمیخنده. پس آرایه تشخیص، زندگی بر تو میزند لبخند، مثل این آرایه تشخیص. هست وقت شکفتنت امروز. شکفتن یعنی حرکت کردن، تلاش کردن، به کمال رسیدن. شکفتن رشد کردن، حرکت کردن، تلاش کردن. بیت آخر، بهتر از هر چه هست در دنیا با خدا راست گفتنت امروز. بنویسین در دنیا بهترین چیز مناجات و عبادت کردن با خداست. در زندگی یا در دنیا بهترین چیز برای انسان مناجات و عبادت کردن با خداوند است. در دنیا بهترین چیز برای انسان راز نیاز کردن و عبادت کردن با خداوند است.
خب دانش آموز عزیز، جناب آقای زاره مزاره، سلام داری که آقایون، سلامه که دارید. شاموزه عزیز، پس گفتیم که درس چهارم درباره فصل بهاره. داره میگه تو فصل بهار، فصل شادی و نشاط، فصل تحرک، فصل برکت در آمدنه. زمستان که سه ماه زمستانه همه جا به خواب رفته. البته عرض کردم منطقه ما که زمستان نداریم، اما شهرهای بالا منطقه سردسیر سه ماه زمستان یخبندانه، کارا تعطیله، همه جا پوشیده از برفه. میگه بعد از سه ماه چه میاد؟ کم کم که بهار از راه میرسه، آسمان از ابرها پاک میشه، آسمان میخنده، یعنی دیگه ابری در آسمان وجود نداره، سرما و افسردگی و پیچاله و تشنشستن به قول قدیمی ها دیگه میره. وقتی که بهار میاد، نسیم بهاری زندگی به ما میده، جوانه ها را سرسبز و خرم میکنه، درختان شکوفه میدن، بهار پر از بهار میاد، زمین ها بستر گله های رنگ و رنگ و زیبا میشن، درختان شکوفه میدن، همه جا سبز و خرم میشه، گلها همه جا را فرا میگیره، چشمه ها پر آب میشن، همه در تحرک و حرکتن. انسان هم میگه تونم از بهار یاد بگیر، تلاش کن، کوشش کن، زحمت بکش، حرکت کن تا به خواسته و آرزو خودت برسی. بعد شاعر تو بیت آخر نتیجه میگیره، میگه بهترین چیز در دنیا چیه؟ اینی که انسان بتونه با خدای خودش راز نیاز کنه. خب یه شاعر داره اسمش هست محمد جواد محبت، تو دفتر تو بنویسین یا کتابتون محمد جواد محبت را معرفی کنید. محمد جواد محبت را معرفی کنید. محمد جواد محبت را معرفی کنید. بنویسین وی معلم و شاعر است. وی معلم و شاعر است. در سال 1322 در کرمانشاه متولد شد. وی شاعر و معلم و در سال 1322 در کرمانشاه متولد شد. آثار او یک رگبار کلمات. آثار او یک رگبار کلمات. دو کوچه باغ آسمان. کوچه باغ آسمان. یک شد رگبار کلمات، دو کوچه باغ آسمان، سه با بال این پرنده سفر کن. با بال این پرنده سفر کن. سه کتاب جناب آقای محمد جواد محبت: یک رگبار کلمات، دو کوچه باغ آسمان، سوم با بال این پرنده سفر کن. با بال این پرنده سفر کن. این هم سه تا از کتاب های محمد جواد محبت. خب دانش آموزان عزیز، میخواین یادداشت کنید برای امتحان؟ یادداشت کنید.
امتحان سه‌شنبه آینده، بزنین سه‌شنبه 25/8، سه‌شنبه 25/8 امتحان فارسی کتبی، سه‌شنبه 25/8 امتحان فارسی کتبی. بنویسین: یک، فصل اول، فصل اول کتاب. آن فصل اول تا صفحه چنده؟ فصل اول تا صفحه 28. فصل اول تا صفحه 28. امتحان فصل اول تا صفحه 28. مثل فصل اول تا صفحه 28. معنی کلمه و معرفی شاعر. پس دانش آموز عزیز، فصل اول از اول کتاب تا صفحه 28 چه میخونید؟ معنی کلمات و شاعرانی که داره. معنی کلمات، چه معنی کلمات شعر باشد، چه معنی کلمات روانخوانی باشه، چه معنی کلمات درس باشه. کلماتی که ما معنی کردیم هم در نثر و هم در شعر. پس یک، تو کتاب معنی کلمات و معرفی شاعران، فقط فصل اول. ای یک. دو، نکات ادبی و زبانی، نکات ادبی و زبانی که به شکل فیلم در گروه واتساپ فرستاده شده. نکات زبانی و ادبی که به صورت فیلم در گروه واتساپ فرستاده شده. نکات زبانی و ادبی که به صورت فیلم در گروه واتساپ ارسال شده. سوم، نکاتی که در کلاس بر روی تابلوی کلاس تدریس شد. نکاتی که در کلاس بر روی تابلوی کلاس تدریس شد. پس خیلی نی بچه ها، فصل اول تو کتاب معنی کلمه میخونید، معنی کلمه فقط و معرفی شاعر. دوم، نکات زبانی و ادبی که به شکل فیلم تو گروه واتساپ فرستادم، به نکات که رو تابلو دو هفته قبل گفتم، امروز هم میخوام بقیش بگم. اینم در رابطه با امتحانتون. انشاءالله تو گروه واتساپ کلاسی هم بازم درباره امتحان توضیح میدم. اونجا هم تو گروه واتساپ کلاسی هم گوش بفرمایید ببینم چه میگم. پس انشاءالله سه‌شنبه آینده ساعتش هم ساعت کلاسی خودمون، تو ساعت کلاسی خودمون امتحان کتبی تستی از همه شما دانش آموزان میگیریم. انشاءالله خوب بخونیم، سوالا همه تستی است تو گروه به شکل آنلاین و فضای مجازی امتحان میگیریم از شما. خب بچه ها، یه چند دقیقه مونده میخوایم بریم به سراغ قالب‌های شعری. دانش آموزه عزیز، وقتی که شما بچه ها، هر شعر یه قالب یا یه ساخت داره. قالب شعری، ساخت هر شعری یه قالب شعری یا یک ساخت داره. قالب یک مثنوی یا دوگانی، در دوره دبستان خوندین شعر میگن مثنوی قالبش یا دوتایی یا دوگانی. چه بگیم مثنوی، چه بگیم دوتایی، چه بگیم دوگانی. خب اگر شما کتاب رو باز کنید دانش آموزه عزیز، همه صفحه نوی بیارید، صفحه نوی کتاب بیارید. همه دانش آموزان عزیز صفحه نوی کتاب بیار.
نوشته ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. گفتیم سراغاز و باز قافیه شه، درست؟ بله. خب آخرش زه و زهیه، بینم آیا بیت بعدی هم مثل این هست یا نه. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. اینجا روانم و زبانم این قافیه شه، اونجا آغاز باز، اینجا روانم زبانم میم شد آخرش. بیت بعدی، ای کارگشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. هستند بستند، آخرش داله. میبینیم هر بیت یه قافیه، این بیت اول یه قافیه داره، بیت دوم یه قافیه داره، بیت سومی هم یه قافیهش یه طوریه. پس آقای عزیز، شعری که هر بیت اون قافیه جداگانه داشته باشد میگن مثنوی. پس مثنوی میگیم به شعری میگوین مثنوی، به شعری میگویند که هر بیت قافیه ای جداگانه داشته باشد. شعری که هر بیتش قافیه ای جداگانه داشته باشد میگن مثنوی. پس امروز شناختیم اگر شعری به ما دادن دیدیم اون شعر هر بیت قافیه جدا بود میگیم به اون شعر مثنوی. پس مثنوی به شعری میگن که هر بیت قافیه ای جداگانه داشته باشه. بچه شکل مثنوی میگن آقا شکل مثنوی برام بکش. شما لااقل 4 تا بیت میکشین، هر وقت خواستین مثنوی بکشید 4 تا بیت کمتر نباشه. آم این مصرع اول، این مصرع دوم، این مصرع اول، این مصرع دوم، این مصرع اول، مصرع دوم، مصرع اول، مصرع دوم. خب گفتیم قافی کجاش میاد؟ هر بیت قافیه جداگانه دارد. اگر اینجا دایره هست اینم دایره یه، اگر اینجا ضربه در شد اینم ضربه دره، اگر این شد مثلثه اینم مثلثه، اگر این شد به علاوه اینم به علاوه یه. نگاه کن هر بیت قافیه جداگونه یه، این با هم یه قافی داره، اینم با یه قافیه، اینم با یه قافیه، اینم با یه قافیه. پس مثنوی به شعری میگن که هر بیت اون قافیه‌ای جداگانه داشته باشد. خوب گوش کن به توضیحات. پس اگر رفتی جایی خونه اقوام خیشی، کسی از سال که کتاب شعر باز که، نگاش کن میگه قالبش چیه. اگر دیدی هر بیت، این بیت یه قافیه داره، بیت بعدی یه قافیه دیگه، این یه قافیه دیگه، هر بیت قافیه جدا جدا هست، به اون شعر میگیم مثنوی. مثل شعر یاد تو، شعر یاد تو مثنویه. آیا شعر دیگه هم خوندیم که مثنویه؟ بله بچه، شعر توفیق ادب. بچه توفیق ادب هم بیاری الان، شعر توفیق ادب صفحه 36 کتاب دی بیارید. توفیق ادب، حاجت روا خود روا، بیت دوم ز پیش خیش، بیت سوم ای خدا بی نوا، بیت چهارم قدم غم، بیت پنجم ادب رب، بیت آخر بد زد. پس شعر توفیق ادب هم چی بچه؟ قالبش مثنویه. هم شعر یاد تو هم شعر توفیق ادب، هر دو قالب اونها چیه؟ مثنویه. مثنوی به شعری میگن که هر بیت اون قافیه‌ای جداگانه باشد. پس الان شعری که ما خوندیم مثنوی بود، یکی شعر یاد تو، یکی هم شعر توفیق ادب. هم شعر توفیق ادب هم شعر یاد تو هر دو قالبش بودن مثنوی بودن.
اینم درباره مثنوی، اینم شکل مثنوی. پس مثنوی به شعری میگن که هر بیت اون قافیه‌ای جداگانه داشته باشد. خب چون جا نیست من شکلش پاک میکنم. پس مثنوی به شعری میگن که هر بیت اون قافیه‌ای جداگانه داشته باشد. اولی دایره، دومی ضربه در، سومی مثلث، چهارمی به علاوه. یعنی هر بیت یک قافیه‌ای جداگانه دارد. این درباره مثنوی. اما بچه ها میریم تعریف چهار پاره یا دو بیتی پیوسته. به چه شعری میگیم چهار پاره یا دو بیتی پیوسته؟ الان همه کتاب باز کنید، همین شعری که الان خوندیم بیارید، همین شعری که الان خوندیم میاریم. نگاه کن، این دتا بیت بچه ها با همه، بینش فاصله است. این دتا بیت با هم، دتا بیت بعدی با هم، دتا دتا با همه، بینش فاصله. اقا این دتا در یه حدیه، این دتا هم یه حد، این هم یه حد، دتا دتا با همه. خب تو دو بیت اول میام تبسم خود گم. تو دو بیت اولی مصرع قافیه کجا اومده؟ تبسم خود گم. زینش خط بکشید، تبسم خود گم. ایده تا بیت تبسم گم، ایده تا قافیه. حالا بریم دو تا بیت بعدی. وا معنا، وا معنا. شد شد میشه ردیب چه یا شدا میشه ردیب. وا معنا، این دوتی هم با هم هم قافیه. میریم دو بیت بعدی، بهاری جاری، بهاری جاری، این هم با هم هم قافیه. دو بیت بعدی، شکفتنت گفتنت، این میشه قافیه. امروز امروز میشه ردیب دیگه. ردیب کلمه ایست که اینن مثل هم میاد. پس نگاه کن، این شعر از چند تا دوتا دوتا بیته، دو بیت دو بیته، این دوتا با هم، این دوتا با هم، این دوتا با هم، این دوتا با هم، دو بیتی یا چهار پاره. به چند تا دو بیت دو بیت میگن که مصرعهای دوم چهارم، یک دو سه چهار، دو و چهار هم قافیه. این هم دو و چهار هم قافیه، دو و چهار هم قافیه، دو و چهار هم قافیه. اصلا برگردیم شعر اولی، شعر اول زنگ آفرینش. بچه ها شعر اول زنگ آفرینش، ایده تا بیت با هم، ایده تا بیت هم با هم، دوتا دوتا با همه، ایده تا با هم، دوتا با هم، دوتا دوتا با هم. خب تو ایده تا با هم میشه یه مصرع، دوتا، ستا، چارتا، چار مصرعه. کموش با هم هم قافیه، مصرعهای دوم و چارم. اول سال، اول سال حال، دو بیت اولی سال حال قافیه. دو بیت بعدی چی بچه؟ غوغا انشا. شد شد چیه؟ ردیفش. بریم دو بیت بعدی، خنده آینده. دو بیت بعدی، آفتاب آب. شبم شبم ردیف. دو بیت بعدی، خاند ماند. دو بیت بعدی، خواهم باز نیاز، باز و نیاز قافیه. خواهم شد، خواهم شد که مثلا اومده میشه ردیف. دو بیت بعدی، بچه ها رها قافیه، باشم باشم ردیف. بیت بعدی، رهسپار بهار قافیه، شبم شبم ردیف. خب با این توضیح تعریف چهارپاره چه میشه بچه؟ چهارپاره یا دو بیتی پیوسته به شعری میگن که از چند دو بیت دو بیت درست شده و مصرعهای دوم و چهارم، دوم و چهارم، دوم و چهارمش هم قافیه. پس دو بیتی پیوسته یا چهارپاره به شعری میگن که از چند دو بیت دو بیت درست شده به مصرعهای دوم و چهارمش هم قافیه. مینویسیم تعریف دو بیتی پیوسته. به شعری میگویند که از چند دو بیتی درست شده
چهار پاره یا دو بیتی پیوسته به شعری میگن که از چند دو بیت دو بیت که از چند دو بیتی درست شده و مصرع های دوم و چهارم دو و چهار هم قافیه هستند. دو بیتی پیوسته یا چهار پاره به شعری میگن که از چند دو بیتی درست شده و مصرع های دوم و چهارم هم قافیه هستند. پس اگه دیدی شعری از چند دو بیت دو بیت درست شده و مصرع های دوم و چهارم اون هم قافیه هستند، به اون شعر میگیم دو بیتی پیوسته یا چهار پاره. آقا شکلش هم برامون بکش، شکل دو بیتی. آه بچا این بفرما، این دوتا با هم، این دوتا با هم با یه فاصله پایین تر، این دوتا هم با هم، این دوتا بالایی با هم، این دوتا هم با هم، به هم نباید بچسبه، این دوتا با هم، دوتا بیت، این دوتا هم با هم. قافیه کجاش میاد؟ مصرعهای دوم و چهارم، اینم مصرعهای دوم و چهارم. پس اگر شعری دیدیم که از چند دو بیت دو بیت درست شده به مصرعهای دوم و چهارم، دوم و چهارم هم قافیه است. می‌رسید مانند شعر زنگ آفرینش، مانند شعر درس اول به درس چهارم. شعر درس اول به شعر درس چهارم می‌نویسین چهار پاره یا دو بیتی پیوسته. پس مثنوی گفتیم هر بیت قافیه جداگونه است، مثل شعر یاد تو و توفیق ادب. چهار پاره یا دو بیتی پیوسته گفتیم به شعری میگن که از چند دو بیت دو بیت درست شده و مصرعهای دوم و چهارمش هم قافیه، مانند شعر زنگ آفرینش و شعر چهارم درد چهار با بهاری که میرسد از راه. به اینا میگن دو بیتی پیوسته یا چهار پاره. سومین قالب شعری که به چا میخوایم بخونیم قطعه هست. اینه من پاک میکنم جا نمیده. قطعه به چا؟ قطعه تو کتاب تو به چا همه صفحه بچه همه صفحه 89 بیارید، همه صفحه 89 بیارید، 89 کتاب تو باز کنید، صفحه 89 کتاب تو بیارید. صفحه 89 یه شعری از پروین اعتصامی آورد، میخونم گوش کن. ای مرغ که خورد ز آشیانه، پرواز کن و پریدن آموز. تا کی حرکات کودکانه، در باغ چمن چمیدن آموز. رام تو نمی شود زمانه، رام از چه شدی رمیدن آموز. مندیش که دام هست یا نه، بر مردم چشم دیدن آموز. شوروز به فکر آب و دانه، هنگام شب آرمیدن آموز. بچه اینجا قافیه کجا اومده؟ نگاه کن قافیه بچه تو مصرعهای دوم. نگاه کن پریدن، چمیدن، رمیدن، دیدن، آرمیدن. تو مصرع اول قافیه نداره، اما مصرع دوم پریدن، چمیدن، رمیدن، دیدن، آرمیدن، اینا قافیه شه. آموز آموز هم میشه ردیف. پس اینجا تو مصرع اول اصلا قافیه نداره، فقط قافیه در مصرعهای دوم تکرار شده. آم پریدن، چمیدن، رمیدن، دیدن، آرمیدن. به چنین شعری به چه میگیم؟ قطعه. پس قطعه به شعری میگوین که فقط مصرعهای دوم هم قافیه باشد. مثل تعریف قطعه، شعریست، شعری که فقط
مصرع‌های دوم هم قافیه هستند. شعری که فقط مصرع‌های دومش هم قافیه باشد به اون شعر میگیم قطعه. پس قطعه به شعری میگن که فقط مصرع‌های دوم اون هم قافیه باشد. اگر شعری دیدی که فقط مصرع‌های دومش هم قافیه بود به اون شعر ما میگیم چی؟ قطعه. حالا به چه شکل قطعه؟ اینجا جا نمیری که من پاک میکنم. پس قطعه شعری که فقط مصرع‌های دوم هم قافیه باشد میگیم قطعه. من اینو پاک کنم، شکل قطعه. چهار تا بیت میکشیم، یا یکی یه بیت، این دو تا بیت، این سه تا بیت، این چهار تا بیت. کجا قافیه به جا میاد؟ مصرع دوم. احسن. اگر اینجا باشه به عنوان مثال دایره، اینم دایره، اینم دایره، اینم دایره. پس قطعه شعریست که فقط مصرع‌های دوم هم قافیه. تو مصرع اول قافیه نمیاد. شعری که فقط مصرع‌های دوم اون هم قافیه باشد به چنین شعری میگن قطعه. دوش مرغی به صبح می نالی، عقل صبرم ببرد و طاقت و هوش. هوش. یکی از دوستان و مخلص را مگر آواز من رسید به گوش. گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح‌گوی و ما خاموش. دوش مرغی به صبح می نالید، عقل صبرم ببرد و طاقت هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش. گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح‌گوی ما خاموش. ناکا هوش، گوش، مدهوش، خاموش. قافیه در مصرع‌های دوم میاد. پس اگر شعر را دیدید که فقط قافیه در مصرع‌های دوم اومده به اون شعر میگیم قطعه. اینا را دبستان شما همه خوندین. پس امروز سه تا قالب شعری گفتیم، مثنوی یا دوگانی به شعری میگن که هر بیت قافیه از جداگونه باشه، دو بیتی پیوسته یا چهار پاره به شعری میگن که از چند تا دو بیت درست شده و مصرع‌های دو و چهارش هم قافیه. اما قطعه شعری است که فقط مصرع‌های دوم هم قافیه. این هم شکل قطعه. خب خسته نباشید، انشاءالله جلسه آینده امتحان میگیریم اول بعد درس میدیم. تکرار میکنم، سه‌شنبه آینده 25/8، سه‌شنبه آینده 25/8 امتحان فارسی کتبی تستیه. تو فضای مجازی هم میگیریم، وقتم محدوده. اگر 20 تا ساله 25 دقیقه به وقت میدیم، اگر 15 ساله 20 دقیقه وقت داره، چون سالا همه تستی هستن. گفتم چه مواردی بخونید؟ فصل اول معنی کلمه فقط و معرفی شاعر، دوم فیلمایی که داخل گروه واتساپ فرستادم، نکات ادبی به زبانی و اون چیزی که رو تخته قبلا و امروز درد شما دادم. خب خسته نباشید، خدا نگهدار شما. تا جلسه آینده موفق و مؤید باشید.